سلام می کنم خدمت همه دستندرکاران سیمای آزادی در 22 برنامه همیاری. من به عنوان یک جوان ایرانی وظیفه خودم دونستم که به برنامه همیاری کمک کنم، چرا که سیمای آزادی تنها رسانه ای است که صدای ما جوانا و به خصوص مردم اسیرمان را به گوش جهان می رساند. میخواستم بگم من یکی از اون غارت شدگانی هستم که این رژیم پلید کلیه سرمایه‌ام را دزدیده است. در حال حاضر هیچی ندارم، ولی به خاطر اینکه سیمای آزادی همیشه برقرار باشه و صدای ایران و ایرانی را به گوش جهان برسونه، من پول یک روز نهارم را که 10,000 تومان می باشد هر چند که ناچیزه تقدیم سیمای آزادی می کنم. می خواهم از این فرصتی که به دست آوردم استفاده کنم و 3 نکته را بگویم. اول اینکه خطابم به برادر مسعود است. مسعود جان، مخلص تیم، روبگرن است که یک تنه داری با این دیکتاتورها می جنگی. دمت گرم، درود بر شرف و غیرتت، ما پشتت هستیم. نکته دوم، خطاب به خواهر مریم عزیز است. تو تنها درمان دردهای وطنمون ایران هستی. به طور خاص ما جوونا، زنان و کودکان میهنم برای اومدنت لحظه شماری میکنیم. در پایان هم به همه خواهران و برادران مجاهدم که در آلبانی هستند میگویم که شما الگوی ایستادگی و مقاومت و پایداری برای ما جوانای ایرانی هستید و ایران زمین به دست شما آباد و سرسبز می شود. تن واحد کلیه خواهران و برادران مجاهدم، مجید از اردبیل، آبان 96. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر مسعود و مریم رضوی، زنده باد آزادی، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران. شب آغاز یتیمی است برادر، منشین. شب تنهایی و بی کسی ماست برادر، منشین. سلام، سلام بر سبزصفتان و سبزاندیشان سیمای آزادی. سیمای آزادی صدای ملتی است که به یغما رفته است. صدای ملتی است که جامعه آن دچار جهل و خرافات و جهالت گشته است و ادب و لبخند و انصاف از آن رخت بربسته است. هرچند که من خودم دارم با بدبختی و مصیبت روزگار می‌گذرانم و دزدان نان مرا به یغما آوردن و چیزی ندارم، اما با شرکت در 22 گریزان همیاری از سیما و صدای مظلومان تاریخ خودم حمایت می‌کنم و تا ریشه‌کن کردن بساط ظلم و جور و تازی پرستان از پای نخواهی نشست. من متاسفانه تنها توانستم 100,000 تومان تقدیم کنم. برگ سبزی است و تحفه درویش و خاری است به چشم دشمنان. مرگ بر دیکتاتور، درود بر آزادی خواهان. 12 آبان ماه 1396، کورش از استان چهار فصل شهر یاسوج. من مادر ابراهیم‌پور، 6 از خانوادم شهید شدن. من میخوام به این سیما کمک کنم. شما هرچی در توانتون هستین کمک کنین. این سیما آزادی بود که رژیم افشا کرد و رژیم تو جهان منزوی کرد. سیما آزادی بود که
ظلمی که به شما شده، ظلمی که به خانواده‌اش و خانواده زندان شده داره افشا میکنه. امیدوارم که هرچی زودتر سیما اوزی باز بشه که انتقام خون تک تک عزیزاتون از این رژیم جلاد بگیریم. من 141,000 یورو به این سیما کمک کردم. از شما میخوام هرچی که در توان دارین به این سیما کمک کنیم که بتونه انشاءالله هرچی زودتر از شر این رژیم راحت بشین. کمک شما تیر است به قلب خامنه‌ای و دار دستش است. شما باید به این سیما کمک کنید در هر چی که در توانتون هسته. فکر نکنید که کمی یا زیاده، که هر چی در توانتون هستی کمک کنید که این سیما برای همیشه چراغ خونه‌های تک تک ماها باشه. ما به این سیما افتخار میکنیم. زبان واقعا از توصیف کلماتی که مادرمون گفت قاصره. هیچ چیزی به اندازه خود این کلمات و عکس‌هایی که اونجا در کنارشون بود گویا نیست. زن قهرمانی که همه زندگیش رو، عزیزترین هاش رو، فرزندان برومندی که افتخار تاریخ ایران هستند رو تقدیم کرده. واضح هست که در مقابل این فداهای بزرگ، در مقابل این قیمتهای عظیمی که مادرمون ابراهیم پور پرداخته، کمک مالیش کاملا به اصطلاح سمبولیک است. حتی اگر صدها میلیون دلار باشه، صدها میلیون دلار کجا و چه فرزندان برومندی مثل اونهایی که عکسشون الان دیدیم کجا. اونچه که مهم هست در این همیاری ارزشمند مادر ابراهیم پور، پیامی هست که برای همه ما داره. من خجالت میکشم، من در موقعیتی نیستم که از مادر ابراهیم پور تشکر کنم. من در این رو میتونم بگم که ما قول میدیم، ما تعهد میکنیم به عنوان مجاهدین که راه این شهیدان رو ادامه بدیم. مسئولیتی رو که اونها به دوش ما گذاشتند و مادر ابراهیم پور اون رو الان داره تکرار میکنه، زبان حال فرزندانش رو، زبان حال شهداش رو برای ما میگه، شهدای ملت ایران رو، ما تعهد میدیم، قول میدیم که به وظیفمون عمل کنیم. خدا شما رو سلامت بداره و بهتون طول عمر بده. صمیمانه تشکر میکنم از اینکه این حرف ها رو زدین و ما رو یادآور شدین به ما وظایفمون رو و مسئولیتامون رو. بله. یه ویدیویی از ایران برای من ارسال شده، اگر اجازه بدین گوشه ای از آن را پخش کنم. خواهش میکنم. بله. ضمن اعلام حمایت خود از 22مین گلریزان همیاری، خواستم چند کلمی با شما عرض کنم. بگویم که تنها رسانه‌ای بودید که اعتماد مردم ایران رو برگردوندید. شما واقعا حقایق رو داریم به مردم ایران اعلام میکنید.
از شما صمیمانه ترین تقدیرها رو دارم. در اینجا هم خواستم یک نکته جالب هم عرض کنم در مورد مراسم هفت قابان در کاسارگاد که رژیم شایع کرده بود که چند نفر از برادران مجاهد که اعضای مجاهدین میخوان بیان اونجا تشریف بیارن و از ترس چند نفر اینها قشون و لشکر و چندین هزار نیرو یگان ویژه و موتورسوار و خلاصه توپ و تانک و هلیکوپتر و همه چی آورده بودن. واقعا این جای تعجب دارد اینا این همه از اعضای مجاهدین میترسن. وای وای که ما یک روز اعلام کنیم یک شخص شاخص ما از خارج کشور میخواد بیاد ما یه تجمع گردهمایی میخوایم انجام بدیم دوباره اینا کلن انگار هنگ میکنن دیگه. واقعا این جای تعجب داره. وای به حال اون روزی که یک مجاهد واقعا پاش به ایران باز بشه. واقعا برای طیب خوشحال هستم که الان دارم با شما صحبت میکنم و شما صدای من رو میشنوین. قبلا هم گفتم که ما شاخه همان درخت هستیم و روزی به درخت تبدیل خواهیم شد. ما داخل ایران هستیم و منتظر هستیم که روز پیروزی فرا برسه و در ایران به هم بپیوندیم و هم دیگر رو ملاقات کنیم. و در آخر هم خواستم یادی کنم از سردار شهید موسی خیابانی، برادر بزرگتر ما، الگوی ما، ایشان یادشون واقعا گرامی است. و همانطور که گفتن پیروزی از آن ماست. پرچم پیروزی همین روزا در میدان آزادی برافراشته خواهد شد. هر روز این رژیم منفور بیشتر به سرنگونی خودش نزدیک و نزدیکتر میشه و از همینجا به برادر مسعود و خواهر مریم عزیزمان که در این سالیان سخت کاروان عظیم مقاومت و انقلاب نوین مردم ایران رو به سرمنزل آزادی هدایت کردن میگم که تعهد مسئولیت سنگین سرنگونی را به دوش ما بگذارید و من هم به عنوان عضوی کوچک از این پیکر مقاومت همراه همدام و تن واحد شما و همه خواهران و برادران مجاهدم هستم. برادر بار سنگینت را روی دوش ما بگذار و ما قیام و شورشی از این برپا میکنیم تا ایران را آزاد کنیم و برای همه ملت اسیرمون آزادی رو به ارمغان بیاریم. هم رزمان هم در سیمای آزادی. من یک دانشجو هستم و مخارج هم که مخارج تحصیل هم همونطور که خودتون میدونین بسیار کمرشکنه، ولی خب همه باید قیمت آزادی رو بدیم و من هم در همین رابطه تعهد ماهانه کمک مالی ناقابل و ناچیز 50,000 تومان به سیمای آزادی رو میدم. به کوری چشم آخوندا مقاومت ما سرفراز تا پیروزی اعلام میده. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. این امانت، این یادگار، این ارزش تو تاریخ میمونه که یه دی دیکتاتور اومدن حکومت کردن، هر کاری که خواستن کردن، هیچکم هیچی نگفت. این هیچکم هیچی نگفت در تاریخ باقی نمیمونه و این یه حقیقتی هستش که کسانی بودن که چیزی گفتن، کسانی بودن که مقاومت کردن، کسانی بودن که فداکاری کردن و نگفتن به دیکتاتور و نگفتن به اون خودکامگی و استبدادی که حتی با مماشاتگران هم هماهنگ میشد و به خاطر منافع مادی خودشون هر ظلمی رو سر این ملت آوردن و هر جنایتی رو مرتکب شدن. و اگر کسی هم چیزی نمیگفت خب فردا تاریخ این ننگ در بر چهره پیشانی ایرانی باقی میموند. ولی خوشبختانه بودن افرادی که فداکاری کردن، حالا غیر از مجاهدین هم بودن، ولی اون چیزی که مسلمه و قله اصلی این مقاومت و نیروی اصلی این مقاومت و اون چیزی که انسجام و هماهنگی و برنامه‌ریزی و نظم و انضباطی که در بین مجاهدین بود در بین دیگران نبود، این حقیقتی هستش و ما باید این ارزش رو پاس بذاریم. و من توقع دارم که هر کسی در توان خودش هست در این راه حداقل از وجود خودش، از جان خودش هم اگر مایه نمیگذاره، از قسمت مالی مادی از این نظر کمک کنه که این مقاومت اون ارزش های والا رو به هدفش برسه. جوانی از 35 سالمه و متاسفانه این جامعه ما تا توش چشموش باز کردید همه دروغ و رنگ و ریا و اعتیاد و بیکاری و ظلم بود. تباه کردن، تمام زندگی ما رو تباه کردن، چیزی برای باختن دیگه برای ما نذاشتن. ولی توی این تاریکی و ظلمت دیدیم این مشعل مقاومت و مشعل آزادی و دست بچه های مجاهده، برادرامون تو زندان ها، برادرامون توی کشورهای بیگانه دور از وطن،
با چه رویه ای مقاومت دارن میکنن. عرضم به حضور شما که شاداب سر حال مثل شیر تو زندانات دارن ظلم و تحمل میکنن. و اینو خواستم بگم، این پیامو بهتون بدم، ما هستیم اینجا. دیدین شما مظلومیت بچه های اشرف رو من دیدم توی فیلم هایی که بازار توی سایت ها هست، آشنا شدیم سازمان رو، یعنی اون چیزی که فراتر از اون چیزایی هست که بشه با کلمات گفت، مقاومت هاشون رو عشقن، همشون عشقن، دوستشون داریم. از همینجا درود میفرستم خدمت خواهر مریم و عرضم بود شما همه همکاراتون. و اینکه خواستم یه موضوع دیگه هم بهتون بگم، من چند روز پیش در پاسارگاد بودم، از اونجا هم باید بهتون بگم این رژیم و این دیکتاتور هرچی در توانش بود نیرو و نظامیگری و مزدور اونجا تخلیه کرده بودن که جلوی اتحاد مردم رو بگیرن. هدفشون این بود که نذارن مردم اونجا جمع بشن، هدفشون این بود که مردم پی به این انرژی عظیم خودشون نبرن. اینو من دارم الان اینجا به صورت زنده دارم میگم، مردم ایران اگر صدای منو میشنوید بدونید که شما چه انرژی عظیمی دارید. باور کنید خودتونو، باور کنید این میتونید این کاخ پوشالی و این قصر چوبی رو بشکنیدش، این ظلم رو بشکنید. خیلی قدرت مردم فراتر از این حرف هاست و رژیم اینو میدونه. تمام ایستگاه بازرسی و گشت ها و هوایی و هلیکوپتر و هر امکاناتی داشت ریخت اونجا، بازار اذیت جوان ها که اینا نرسن، ولی ما رفتیم تو منطقه حضور پیدا کردیم. به دیکتاتور بگم ما حاضریم، حاضر تا هر زمانی باشه، حتی از خونمون مایه میذاریم و یه روزی شاهد آزادی رو در بر میگیریم. سردار هستم، از تبریز تماس میگیرم، از سیمای آزادی و تمام دستاندرکاران اشتهای تشکر و گردانی دو دارم، چون تنها صدای حق و عدالت‌خواهی جامعه ایران و ایرانیه. خوشحالم که جوانانی مثل من و شما به حمایت مجاهدین در اومدن، چون رژیم این همه هزینه میکنه که نسل جوان که ما و شما باشید دور کنه، اما اون چیزی که هست و دیده میشه به حقانیت راه ما ایمان میاره و به دفاع از مجاهدین برمیخیزه. در همین جا اشاره کنم به پاسارگاد که چه وحشتی سراپای رژیم رو گرفت و فقط حد میزد که مجاهدی ممکنه حضور داشته باشد. اینطوری وحشت کرده بود. این بهترین بینه برای ترس این رژیم از مجاهدین است. کوتاه کنم وقتتون رو نمیگیرم. یه مبلغ ناقابل جور کردم 100,000 تومان که تقدیم میکنم با تشکر از همه شما، با امید لحظه پیروزی. اجازه بدید من صحبت رو کوتاه کنم و همینجا به نوبه خودم با تجدید پیمان با آرمان‌های مجاهدین و رهبری پاکبازمان خواهر مریم و برادر مسعود و تأکید بر تعهدمون به نقشه مسیر راه و این که به قول برادر مسعود هرچه شرایط سخت‌تر بشه سخت‌تر می‌جنگیم و با آرزو این که به مجاهدین باشیم قدم به قدم و هر لحظه و تا سرنگونی، من مبلغ ناچیز 200,000 دلار رو به نام و یاد شهدای مجاهدین حمید زرکانی، علیرضا نادری و محمد اکبرزادگان که همیشه در ما حاضر و ناظر هستند و تا سرنگونی با ما و در تاریخ مردم ایران زنده هستند اعلام کنم. در پایانم صحبتم درود بر برادر مسعود میگم که شیر همیشه بیدار و در خواهر مریم که بی‌وقفه مقاومت و رهبری میکنند و ما رو در پیش و خم این مسیر تعبور عبور راهنمایی و رهبری میکنند. سلام میکنم به خواهر زهرا مریخی، مسئول اول سازمان، سمبل کار پیچش داشت، فدا و صداقت و صبر بی‌پایان. ولی اون همه پایداری ها بوده که به هر حال سازمان رو به اینجا رسونده. خدا برادر حبیب حتما یادش ما از کودتای ننگین ارتجایی 17 اژوان که ایشون حتی محروم بود از آمدن به دیدن سایر برادران و خواهران بودن. به هر حال توطئه های بسیار سخت اگر چنین نبود
مطمئنن با 1000 این فشارها کاملا از هم میپاشید و واقعا درود بر همه این رزمندگان، همه برادران و خواهرانمون در آلبانی که اون فشارهای سهمگین رو در اشرف و لیبرتی تحمل کردن و سایر برادران و خواهرانمون در سرتاسر دنیا. به قول معروف میگن 100,000 جان و دل تاراج یافت تا محمد یک شبی معراج یافت. موقعیت کنونی سازمان اعتراش و در واقع در رأسش قرزر زهرا مریفی خون و رنج و فدای پیشینیان و مجاهدین شهید و سایر به هر حال فداکاری هایی که این سازمان کرده